آمریکا ماه جوان ماه افتخار نامیده شده تا خدمات مثبتی که جامعه ال جی یعنی جامعه همجنسگرایان مرد و زن و تراجنسیتی ها در طول تاریخ انجام داده مورد شناسایی قرار بگیره و از اونها قدردانی بشه وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن در این ماه به نوبه خود دست به یک اقدام تاریخی زده که آرش عرب اسدی خبرنگار صدای آمریکا از این اقدام گزارشی تهیه کرده که توجه شما رو به برگردان اون جلب میکنم. سخنانی که آشکارتیر وزیر دفاع آمریکا روز سهشنبه به افتخار هم جنس و تراجنسی ها ایراد کرد لحظه ای تاریخی و سرنوشت ساز برای مرکز و مقر فرماندهی وزارت دفاع موسوم به پنتاگون بود. پس از سالها که پرسنل همجنسگرای وزارت دفاع مجبور بودند تا هویت جنسی خودشون رو پنهان کنند و پس از گذشت چهار سال از سیاست سوال نکن و نگو امروز ما از اینکه آنها می توانند آشکارا به کشور خود خدمت کنند افتخار می کنیم. بحث در مورد لغو منع خدمت همجنسگرایان در ارتش چند روز است که بسیاری را به شدت برانگیخته است. سوال نکنه نگو سیاستی بود که در سال 1994 دولت کلینتون آن را پذیرفته بود این سیاست سوال در مورد هویت جنسی افراد به ویژه هم را ممنوع کرده بود ولی امروز ما به عصر جدیدی وارد شده ایم Pentagon, been... در پنتاگون ما بسیار مصمم بوده و هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که خانواده های نظامیان به طور کامل و برابر حقوق و مزایایی که از عزیزانشان در ارتش به دست آوردن را دریافت خواهند کرد. سخنان وزیر دفاع زمانی ایراد شد که یک روز قبل از آن انجمن پزشکی آمریکا اعلام کرد که هیچ دلیل معتبر پزشکی وجود ندارد که تراجنسیت ها را از خدمت در نظام محروم کند کارتر سیاست جدید وزارت دفاع آمریکا را تمجید کرد امروز جوانان آمریکایی متفاوتتر باستر و تحمل پذیرتر از نسل گذشتند. ما در نظر داریم تا بهترین و باهوشترین آنها را برای دفاع از آمریکا برگزینیم و ما هم نسبت به گذشته باستر تر و تحمل پذیرتر شده ایم. این تنها راه رقابت در قرن بیست کمه. با وجود تلاش وزارت دفاع هنوز هم موانعی در نیروی زمینی و هوایی آمریکا در مورد پذیرش همجنسگرایان هم وجود داره جامعه همجنسگرایان مدت هاست که خواستار پشتیبانی دولت از رفع تبعیض در مورد آنها هستند. اما اکنون به نظر می رسد که پنتاگون گام های مهمی در این جهت برداشته است.